سلام بچه ها، چطورید؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. بچه توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چطوری از صابون ابرو استفاده کنیم که بتونه ابروامون رو فیکس نگه داره تا زمانی که صورتمون رو میشوریم. اگر دوست دارید که این ویدیو رو تماشا کنید، پس بریم که آموزش رو شروع کنیم. خب بچه ها، اگر تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید حتما عضو کانال بشید، به خاطر اینکه توی این کانال پر از هست آموزش های ناب، میکاپ، شنیون و خودآرایی و همچنین زنگوله بغل سابسکرایب رو بزنید و گزینه آل رو انتخاب کنید که از هیچ ویدیویی جا نمونید به محض اینکه من منتشرش میکنم. خب بچه ها، بریم سر استفاده صحیح از صابون ابرو. چیکار میکنید؟ اول از این همه این که شما یا براشش رو دارید، براش ابروتون رو دارید، یا اینکه مثل من دارید از سر ریملتون استفاده میکنید، از اسپولی ریملتون، شما اولین کاری که میکنید این رو مرطوبش میکنید، به آب مرطوبش میکنید. بذارید ببخشید من بعد مقداری. خب من اینو مرطوبش میکنم و روی صابون ابرو میکشمش. ببینید اینطوری، یک ذره میذارم خیس بخوره به قول معروف. آره اینطوری. و بعد چی کار میکنم؟ ابروهامو خلاف جهت رویش مو شونه میکنم به سمت پایین. پس ببینید دارم شونه میکنم ابروهامو به سمت پایین. چرا این کارو میکنم؟ به خاطر اینکه صابون ابروی من به پشت تارای روی ابروم بخوره و بچسبه به پوستم و اصلا دیگه تکون نخوره. بچه ها، خب من شونه کردم، حالا وقتشه که به سمت بالا اینا رو شونه کنم. ببینید قشنگ انگار ابروم رو لمینت کردم، قشنگ وای میسته تا زمانی که بخوام صورتم رو بشورم. فقط بچه ها، من الان کرم پود زدم، نباید این کار رو میکردم به خاطر این قضیه، به خاطر اینکه کرم پودتون گلوله گلوله میشه بالای ابروتون. شما اصلا کرم پود رو نزنید به پیشونیتون، وقتی که صابون ابروتون رو زدید بعد کرم پود بزنید حتما. من مجبور بودم این کار انجام بدم چون که میخواستم برای شما دوستای عزیزم ویدیو تهیه کنم. خب نمیشد پیشونیمو نزنم، بقیه صورتمو بزنم. خب اینم از این. ببینید چقدر سیخ و خوشگل وایستاده. حالا ببینم من میتونم این کرم پودری که بالاش خراب شده رو درست کنم. بد نشد. خب بچه ها، فکر میکنم خوبه. بعدش میتونید جاهای خالی ابروتون رو پر کنید که من این کارم الان براتون انجام میدم. میتونم از یک سایه کمرنگ، ابروهای من زخیمه، نیازی هم نداره حالت با آکوا مثلا برای خودم تار ابرو بکشم، یه مقداری جاهای خالی داره همونا رو پر میکنم با یک سایه کمرنگ برای قسمت تاج ابرو، قهوه کمرنگ و قهوه پررنگ‌تر واسه دم ابروهام. من بذارید مقدار خشکم بشه بهتره، چون که سایه‌های پودری که میزنید اونا حالت گلوله گلوله لابلای ابروتون میمونه. خب من دیگه نمیتونستم بذارم ویدیو طولانی بشه، مجبورم روی اینا بزنم. به این صورت خوشگل شد. بریم اون ابرو رو انجام بدیم. این دفعه با اسپری فیکس میتونیم انجام بدیم، با اسپری فیکس بهتر از آب مسلما. حالا این ابرو رو من براتون با اسپری فیکس انجام میدم. ببینید، خب ببینید اسپری فیکسم رو میزنم به اسپولی، خب و روی صابون ابرو میکشمش. ذره بعد بذاریم خیس بخوره. شما بذارید بیشتر از من خیس بخوره، من مجبورم دیگه. خب ابروم به سمت پایین قشنگ شونه میکنم،
که آغشته بشه به صابون ابرو، تار به تار ابروهام. خیلی خوب. خوبه. حالا میشه حتی یک کوچولو هم صبر کرد که بهتر نتیجه بگیرید. حالا به سمت بالا. ببینید؟ قشنگ میچسبه به پوستتون. خیلی بهتر جواب میده. وقتی که فقط روی ابرو رو میزنیم به نسبت اون خیلی این بهتر جواب میده. خب ببینید. من خیلی بعض جاهاشو نمیخوام سیخ سیخ باشه. در ضمن موقعی که ابروهاتون رو یک ترفند دیگه میخواستم بهتون یاد بدم که از دم براشتون میتونید استفاده کنید و روش بکشید و محکم نگهش دارید. بچه این کار خیلی خوبه. ببینید چقدر فرق کرد. باز من کرم پودر بالا ابروهام بد شد. دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. شما ولی این کاری که من کردم رو نکنید. دیگه بچه ها اینجوری تکون نمیخوره ابرو. حالا جاهای خالیش رو میتونید پیدا کنید و پرش کنید. برای تاج ابرو گفتم که سایه قهوه‌ای کمرنگ، البته ابروتون بستگی داره چه رنگی باشه. ابروهای من که قهوه‌ایه، پس برای تاجش سایه قهوه‌ای کمرنگ‌تر، یه مقدار جاهایی که خالی داره و برای دومش سایه پررنگ‌تر. به محض اینکه صابون ابرو زدید این کار رو پس نکنید، چون که خوب نمیشه. من دیگه به خاطر اینکه ویدیومون طولانی نشه مجبورم یک سری کار رو انجام بدم. خب بچه راستش رو بخواید من اینقدر ابرامو دوست ندارم بالاش سیخ سیخ باشه ها. میخوام یک کوچولو، ببینید چسبیده نمیتونم تکونش بدم. عجب. چیکار کنیم؟ از یک مسواک استفاده میکنیم شاید بشه. بچه ها ببینید مسواک هم روش میزنم، باید خیلی بکشمش تا بیاد پایین. آره من نمیخوام اینقدر سیخ سیخ دیگه. سلیقه یه بچه ها. من ابرامو اینجوری بهتر دوست دارم. حالا خیلی چسبیده، واقعا نمیتونم تکونش بدم. بچه امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. امتحانش کنید. قول میدم که خوشتون میاد. و دوباره میگم کانال رو سابسکرایب کنید. از من اگر میخواید حمایت کنید ویدیو رو لایک کنید. دوستتون دارم. تا ویدیو بعد خدا نگهدار. در ضمن این دو تا ویدیو پیشنهادی رو حتما نگاه کنید. خدا نگهدار.